خدمت تمام وطنداران عزیز، امیدوار هستم در هر کجایی که هستین خوب خوش و لبهایتان سرشار از لبخند خیلی شیرین باشه. سلام خدمت شما حاضرین در تالار، خوش آمدین به برنامه رو در رو، جایی که دو فامیل عزیز مهمان برنامه شدن که 500,000 افغانی از آن خود کنم و میرم استقبال گرم داشته باشیم. نخست فامیل شغنانی، دوستا خوب تشویقشون کنیم. فرایدون عزیز در تیمشان است، خوش آمدین به برنامه، خدا معرفی کنیم به عزیز تیم. به نام یاد خدا، سلام عرض ادب خدمت میکنم شما شمس جان، حاضرین در تالار و بینندگان برنامه رو در رو و تیم مقابل. بنده فریدون یوسفی، سرتیم خانواده شغنانی، یک خدا نظر نظری ماست، فارغ التحصیل صنف 12 و یوسف نظری فارغ التحصیل صنف 12 و به امید دیگه که یک بازی خوب و عالی با شما و تیم مقابل داشته باشیم انشاءالله. دوستا تشویقشان کنه. من این طرف فامیل بدخشانی که حمیدالله جان عزیز سرتیم شنم، خوش آمدید به برنامه، خدا معرفی کنیم عزیزی. به نام یاد خدا، حمیدالله عزیزی هستم، سرتیم خانواده عزیزی. سلام عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و کسایی که ما را از پرده تلویزیون میبینن و اعضای تیم معظم جان، بچه کاکایم است و متعلم صنف 11 مکتب است و نور جان و همچنان بچه کاکایم است و متعلم صنف 11 مکتب است. بسیار عالی، دوستا تشویقشان کنه. شروع میکنیم برنامه را با یاد و نام خدا که میگه هر چیزی که بدون نام خدا شروع شوه ابتر است. و میریم سراغ سوال اول. از دو سرتیم خواهش میکنیم که بیان و سوال اول برنامه جواب بدن. دوستا تشویقشان کنیم. یه همین جان آماده هستیم؟ سوالی که از شما پرسان میکنم بین 100 نفر سروی شده که 7 جواب گرفته. سوال میخوانم، آماده باشین. یک نوع غذای پروتئین دار را نام بگیرین. حمیدالله، لوبیا. لوبیا. برای جون شانس داری. یک نوع غذای پروتئین دار را نام بگی. برنج. نبو. بسیار غذا هست. حمید جان، مشترک و میری یا واگذار میره. تشکر فریدون عزیز. حازم جان، یک نوع غذای پروتئین دار نام بگی. گوشت. بله. گوشت خورم هستی؟ کم اتم. بله. هست گوشت. گوشت. بیشتر نمیتونم. نور جان، یک نوع غذای پروتئین دار نام بگی. نخود. بله. نخود هر کی رود خانه خود. هست. نخود. حمیدالله جان، یک نوع غذای پروتئین دار نام بگی. سویا. عمویی که داخل مکرونی میندازی. بله. هست سویا. سویا. نبو. حازم جان، یک نوع غذای پروتئین دار نام بگی. تخم مرغ. بله. که سرشار از پروتئین و کلسترول است. اما تو هستی؟ بله. هست. تخم مرغ. نور محمد جان، یک نوع غذای پروتئین دار نام بگی. کچالو. یه. کچالو. خب. حمیدالله جان، یک نوع غذای پروتئین دار نام بگی. یک، دو، سه، چهار، چند میشه؟ 5. صحیح؟ شما مشورت کنید. حازم جان، یک نوع غذای پروتئین دار نام بگی. یک، دو، سه، چهار، 5. خلاص مشورت شما بخیر. بله خلاص. خدای نظر جان، یک نوع غذای پروتئین دار نام بگی. شیر. یوسف جان، بله موافق هستم. موافق هستین. شما موافق هستین یا جواب نه میدید؟ شلغم. بقول خودت. اصل شلغم است، نه؟ ما میگیم شلغم. و ببینیم کدام جواب باقی مانده. اول امتیاز آمد طرف فامیل بدخشی، 79 امتیاز. ببینیم کدام غذا هست که سرشار از پروتئین است. با ما یک جو دوستا جوابی که مانده رو بخونید. نمبر 7 باقلی. نمبر 5 ماهی. ای بود غذاهای پروتئین دار. دوستا تشویق کنه خودتان. مریم سراغ سوال دوم. از حازم جان و یوسف جان خواهش میکنم که بیان به سوال دوم جواب بدن. دوستا تشویق کنه. آماده هستین؟ سوالی که از شما پرسان میکنم بین 100 نفر سروی شده که 7 جواب گرفته. درجه حرارت هوای مثبت روزهای زمستان کابل چند است؟ ده سانتیگراد. بیشترین امتیاز را گرفتی یوسف جان. مشورت کن، میری یا واگذار میکنی؟ میره. تشکر حازم عزیز.
خدای نظر جان، درجه حرارت روزهای گرم که در روزهایی که گرم هست در زمستان چند است؟ سه هست دوستا؟ سه نبود. فرایدون جان، درجه روزهای گرم در زمستان چند است؟ هشت درجه. یوسف جان، درجه روزهای گرم که در زمستان هست چند است؟ پنج درجه. این علا خدای نظر جان، نوبت تو است. درجه روزهای گرمی که در زمستان است چند است؟ هفت. کی رفت؟ هفت. هفت درجه. هست. مشورت کنه فامیل بدخشی. فرایدون جان، درجه روزهای گرمی که در زمستان هست چند است؟ 9 درجه. چند؟ 9 درجه. 9 درجه. بلند جواب بده. هست 9 درجه؟ نبود. مشورت کردین؟ نور جان، درجه روزهای گرم زمستان چند است؟ 12. بله. حازم جان؟ 6 درجه. موافق هستی یا جواب نامیدی؟ 6 درجه موافق هستم. 6 درجه. 6 درجه. و باز 57 امتیاز آمد طرف فامیل بدخشی که جمع امتیازشان شد 136 امتیاز. ببینیم کدام درجه های روزهای سرد زمستان است که البته گرم است. با من یک جا دوستا بخوانی. نمبر 5 13 درجه، نمبر 4 15 درجه و نمبر 3 12 درجه. ای بود درجه روزهای سرد زمستان که گرم است و خانه های شما در این روزهای سرد مملو از عشق و محبت و گرمای خوشی باشه. وقت نمی‌گیرید. خوش آمدیم به مرحله اول و قبل از او تشکر از حامیان برنامه. اکسپول قوی ترین و خوشمزه ترین طعم را در بین انرژی ها داره که ساخته شده کشور جرمنی هست و کیفیت هم از آن اکسپول گوه مقبول زمرد پوش ما هست. من یه تقدیم میکنم به این دختره که نازی که آمده در برنامه من. بیا دوستا تشویقش کنی. بیا همراهی بسکیتت نوشه جان کن. بفرما. و میرم سراغ سوال سوم برنامه است. نفرهای سوم نور محمد و خدای نظر میخوایم بیان که به سوال من جواب بدن. دوستا تشویقشان کنید. آماده هستیم؟ سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سرویس شده که چند جواب گرفته؟ 5 جواب. آماده هستین؟ بله. سوال میخوانم. معمولا مردم پولشان را در کجا نگهداری میکنند؟ نور محمد. در بانک. خدا این نظر شانس داری. معمولا مردم پولشان را در کجا نگهداری میکنند؟ در خانه. نبود. نور محمد، مشوره کو میری یا واگذار میکنی سواله؟ میرم. تشکر خدای نظر جان. حمید الله جان، معمولا مردم پولشان را در کجا نگهداری میکنند؟ 1 2 3 4 5. صندوق. دیر گفتی. حازم جان، معمولا مردم پولشان را در کجا نگهداری میکنند؟ در سیف. سیف؟ بله. سیف یا همون صندوقی که آهنی است رمز داره. نور محمد جان، معمولا مردم پولشان را در کجا نگهداری میکنند؟ 1 در جیب خود. جیب خود. بله. جیب. بلندترین امتیاز را جیب داد. حمید الله جان، معمولا مردم پولشان را در کجا نگهداری میکنند؟ صندوق. بله. من فکر کردم میگه در تندور. صندوق. نه، فامیل شغنانی مشورت کنی. حازم جان، معمولا مردم پولشان را در کجا نگهداری میکنن؟ دسکاول. نبود. مشورت کردین. خدای نظر جان، معمولا مردم پولشان را در کجا نگهداری میکنن؟ باکسک جیبی. موافق هستم. موافق هستین همراه باکسک جیبی؟ خدای نظر شما موافق هستین یا جواب نه میدین؟ موافق هستم. باکسک جیبی. با 170 امتیاز آمد طرف فامیل شغنانی. جوابی که باز نشده رو با من یک جا بخونی، یک جواب مانده بلند بخونی. نمبر 5 دخلک.
همون چیزی که هست که تو پول داخلش میندازی. فعلا هیچ فامیل ما برنده نشده. میریم سراغ سوال چهارم، سوال سرنوشت ساز برنامه و از دو سرتیم خواهش میکنم که بیان به این سوال جواب بدن. دوستا تشریف کنید. خب آماده هستین؟ سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروی شده چند جواب گرفته؟ 3 جواب. 3 جواب. غذا یا نام ببرید که بعضی از انسان‌ها با خوردن آن حساسیت میکنند. حمیدالله. بولانی. بولانی. نبو. فرایتون شانس داری. غذا یا نام ببرید که بعضی از انسان‌ها با خوردن آن حساسیت میکنند. مکرونی. مکرونی. نبو. شانس آخرتان است. سوال میخوانم. غذا یا نام ببرید که بعضی از انسان‌ها با خوردن او حساسیت میکنند. نخود. نخود. این تو بیبیشون نخود. نخود است. نبو. فرایتون غذا یا نامی که با خوردن اون انسان حساسیت میکنه؟ لوبیا. لوبیا. ثانیه توره شد. بره هر دویتان دوستا تشویقش کنه. به نفرای دوبار یوسف جان و حازم جان دوستا تشویقشان کنه. جان غذا یا نام بگیرین که باعث تخم مرغ. تخم مرغ. الا به الا که ما کدی شانس داری یوسف. غذای نام بگی که باعث حساسیت میشه. 1 2 3 اگه لوبیا میگفتیم میگفتم فرایدون. مشورت که میری آقا گذار میکنی. برو یوسف جون نام خدا اینقدر زبان داری تو میکن اما نمیگه بیا. نو محمد جان، غذای نام بگی که باعث حساسیت می شود در وجوده. گوشت. گوشت. نبود. حمیدالله جان، یه غذای نام بگی که باعث حساسیت می شود. دال. دال. میدادر میکنم. دال. مشورت کنه فامیل شغنانی. حازم جان، یه غذای نام بگی که باعث حساسیت می شود. 1 2 3 4 5 مشورت کردیم. خدای نظر جان، یه غذای نامی که باعث حساسیت میشه. چپس. چپس؟ بله. موافق هست. موافق هست این همراه چپس. فرایدون جان، غذای نامی یا چپس موافق هستی؟ هم موافق هستم. چپس. یا قیب پوست خوردین چپس خب؟ حساسیت کردیم. نبود. و 81 امتیاز آمد طرف فامیلش بدخشی که جمع امتیازهایشان شد 217. دوستا تشویقشان کنه. نمبر 2 ماهی با نمبر 1 بانجان سیاه. فعلا این فامیل برنده نشدن. میریم سراغ سوال پنجم برنامه، سوالی که 1 جواب داره و میتونه 1 فامیل برنده کنه و این سوال هم از هر کس که پرسان کنی میگم 1 جواب داره. 1 جواب هست به این سوال. و از نفرش سوم نور محمد و خدای نظر خواهش میکنم که دست بزنن. دوستا تشریفشون. سوالی که از شما پرسان میکنم چند جواب گرفتم؟ یک سوال نه یک جواب گرفتم. سوال رو میخوانم. برف چه؟ بگو. سفید. سفید. فهمیدی وقت نه؟ دیگه. ای شوخه کک. ای شوخه کک. سفید. با سوال یا با افتخار شما. و سوال زمستانی ما این بود که برف معمولا چه رنگ است یا برف چه رنگ را داره که گفتین سفید و فامیلتان را برنده ساختین. بفرمایید. تشکر خدای نظر جان و تشکر از شرکت تجارتی خالد دمر به خاطر تحفه دادن دو موبایل اسمارت و ساده ما به فامیل برنده ما. دوستا خوب تشویقشان کنید. از خالد نمر موبایل های جدید با آخرین تکنولوژی جهان بعد استوارده می توانید. خالد نمر با سابقه 17 ساله به شما وطنداره عزیزم افتخار می آفریند. و تشکر بازم از شرکت خالد نمر به خاطر تحفه دادن دو موبایل اسمارت زیبا که دارای 4 سیم کارت است و موبایل چوچه 2 سیم کارت خدمت فامیل برنده. خوش هستینه؟ این خدمت شما و مبلغ 10000 افغانی هم از طرف برنامه زیبای ما رو در رو خدمت فامیل برنده. اجازه هست من محمد نور جان تقدیم کنم؟ مشکل نیست.
بسیار تیسوش هستی، خوش آمد. بسیار زیاد. بسیار زیاد؟ بله. اگه باز جواب نمیدادی باز لغت میخوردی. نه دیگه، من سوال فهمیده بودم. خب؟ بله. خب، بازم تبریکتون باشه. تشکر. دو نفر انتخاب کنیم، مشورت کنیم به خاطر جواب دادن سوالات مرحله دوم مجد برمیگردم. درست است؟ بله. تشکر از فامیل شقنانی، فریدون جان، یوسف جان و خدای نظر. تشکر دوستا، تشویقشان کنید. انتخاب کردین؟ بله، ما یک نفر از تیم مقابل. خب اتفاق خوب می‌خواید کنید. کیه می‌خواید انتخاب کنید؟ فریدون جان. فریدون جانه و از این تیم مشوره کنم. نور جان. کی انتخاب بکنی شما؟ نور جان. نور جان. بیاین. بیاین. خب یوسف اینه؟ بیا یوسف و دوست عزیز ما نور میخوان بیان. خب تشکرتون. کدام هم میره به اتاق آرام و کدام هم به پنج سوال مرحله دوم اول جواب میتید؟ به اتاق آرام میرم. خودت؟ بله. برو که آرام شد پنج سوال هم ببینم جواب میتید؟ دوستا تشکرتون. وطنداره عزیزم جایی نرین، با دو فامیل عزیز ما که از ولایت زیبای بدخشان تشریف آوردن مرحله دوم هم اما تو باقی مانده مرحله با شور هیجان خود ادامه داره. زود بعد خوش آمده وطنداره عزیزم با مرحله دوم، مرحله 500 هزار افغانی و دیدیم که فامیل بدخشی هم سوال پنجم جواب دادم و برنده مرحله اول شدم و یک اتفاق خوب کردم تیم شما منتخب کردم. بله. یوسف عزیز، در این مرحله من 5 سوال ازت پرسام میکنم، 20 ثانیه زمان میتونم. دوست عزیزم داخل اتاق آرام از صدای موتور نمیشتم. آماده هستی؟ بله. همکارای عزیزم 20 ثانیه را آماده کنیم. معمولا اشخاص کدام معلومات غلط را در صفحه اجتماعیشان میگذارند؟ بگذر. یک دلیل قیمت شدن مواد در افغانستان را نام ببرید. خار. میوه تازه را نام ببر که آن را در روی کیک میبینید. بگذر. چیزی را نام ببرید که در هنگام رفتن برق از آن استفاده میکنید. بگذر. یکی از مهمترین مضمون مکتب را نام ببرید. فیزیک. یک خوب جور دوید دوستا تشویقش کنیم. همه سوال ها را چرا گفتی بگذر؟ نفهمیدی. خب خیر است. من ازت پرسان کردم یوسف عزیز، معمولا اشخاص کدام معمولت غلط را در صفحه اجتماعیشان میگذارند؟ گفتی بگذر. سوال دوم پرسان کردم یک دلیل قیمت شدن مواد را در افغانستان نام بگیریم. آرد. آرد چه دلیل داره که مواد قیمت شده؟ ها؟ خب نفهمیدی سوال عزیز. چند امتیاز میگیری؟ شاید هم امتیاز داشته باشه. صفر. اوه سوال سوم پرسان کردم که میوه تازه را نام ببر که آن را در روی کیک میبینید. بگذر. کیک دال نخوری؟ صفر. خب فهمیده بچه هستی مگم. سوال چهارم پرسان کردم که چیزی نام ببر که در هنگام رفتن برق از آن استفاده میکنه. چی گفتی؟ بگذر. صفر. سوال پنجم پرسان کردم یکی از مهمترین مضمون مکتب را نام بگی که فیزیک گفتی؟ 16 امتیاز. ولی الا و الا که نماندی جواب آخرم صفر شده. 16 امتیاز گرفتی یوسف جان. دوستا تشریف کنید یوسف عزیزه. دو فرمان یوسف جان. و از دوست دیگه من خواهش میکنم اموی که گفته 500 هزار من میخوام بگیرم با یه جمع امتیازات ببینم میتونه یا نه. دوستا تشویقش کنید. بیا عزیز دل مانده نباشی. تشکر نور عزیز. 5 سوال من از خودت دوباره تکراری پرسان میکنم. 25 ثانیه زمان میتونم. اگه جواب تکراری بیتی این صدا رو میشنوی. آماده هستی؟ بله. همکارای عزیزم 25 ثانیه رو برای نور عزیز که 500 هزار رو میخواد بگیره آماده کنی. معمولا اشخاص کدام معمولات غلط را در صفحات اجتماعیشان میگذارند؟ دروغ. یک دلیل قیمت شدن مواد در افغانستان را نام ببرید. بیکاری. میوه تازه را نام ببرید که آن را در روی کیک میبینید. آلبالو. چیزی را نام ببرید که در هنگام رفتن برق از آن استفاده میشود. جنراتور. یکی از مهمترین مضمون مکتب را نام بگیرید. ریاضی. بسیار عالی. دوستات عزیز بیا نور عزیز بسیار عالی جواب دادی. تشکر. و ثانیه‌هایت هم باقی ماند آل پوره شد. نه. سوال اول پرسان کردم که معمولا اشخاص کدام معلومات غلط را در صفحه اجتماعیشان میگذارند؟ گفتی دروغ. صفر. و بلندترین امتیاز تحصیلات بود. تو گفتی دروغ. دروغ کدام معلومات نمیشه. سوال دوم پرسان کردم که یک دلیل قیمت شدن مواد در افغانستان را نام ببرید. بیکاری. صفر. و بلندترین امتیاز از بلند رفتن اسعار بود. بله. درست است؟ سوال سوم پرسان کردم میوه تازه را نام ببر که روی آن کیک روی کیک باشه. بله. میوه تازه باشه که روی کیک باشه. آلبالو. آلبالو. 10 امتیاز. و بلندترین امتیاز سیب بود.
سوال چهارم پرسان کردم که چیزی نام ببر که در هنگام رفتن برق از آن استفاده میکنید و خودت جواب دادی؟ جنراتور. جنراتور. 22 امتیاز. و بلندترین امتیاز چراغ موبایل بود که دفعت هم برق میره چراغ موبایل فلش موبایل تا روشن میکنی. سوال پنجم پرسان کردم یکی از مهمترین مضمون های مکتب را نام بگی و خودت گفتی؟ ریاضی. ریاضی. 25. و 25 امتیاز و مهمترین بلندترین امتیاز هم دری بود که در تمام مضامین مکتب دری هست. بله، نور عزیز تبریکتان بازم باشه مرحله اول. تشکر، تشکر. حرف پرنم باشه کم راه در اختیار. یک پیام خاص به جوانان عزیز دارم که درس خود بخوانند، زحمت بکشند تا دست به دست هم داده وطن خود از فقر و بیچارگی رها کنیم. تشکر. بله. دوستا تشکرشان کنم. بسیار عالی. موفق باشید در عرصه‌ی بعدی زندگی. بفرما. بعد تشکر از سامیان برنامه اکس بول. قوی‌ترین، خوشمزه‌ترین و خوش‌طعم‌ترین طعم رو در بین انرژی ها داره که ساخته شده کشور جرمنی هست و کیفیت هم از آن اکس بول است. و تو هم یه خودت از طرف ما نوش جان کن. تشکر. و از خالد دمر موبایل های جدید با آخرین تکنولوژی جهان به دست آورده می توانید. خالد دمر با سابقه 17 ساله با شما وطنداره عزیزم افتخار می آفریند. و اگر می خواهید به استیج بزرگ ما و تفریحی رو در رو تشریف بیارید با 456 کیج دایل می شه زنگ بزنید. بعد از شنیدن صدای بیپ صدای دلنشین و زیبای خود به ما بانین و در آخر که علامت نمبر را بزنین صدای شما به ما میرسه و ما شما را دعوت میکنیم به برنامه زیبای خود ما. و تشکر از شما که به برنامه ما حضور پیدا کردین. خودتان همه تو جانانه تشریف کنین. تا فردا شب که باز مهمانتان میشم شب بخیر.